سلام، دوشنبه 6 تیر ماه 90 27 ژوئن 2011 میلادی در مورد 10 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه اعتصاب قضایی 3 زندانی کرد در زندان رجایی شهر به اسامی آقایان نور خضری، کامران شیخی و سید ابراهیم سید سیدی وارد 25 روز خودش شد. این 3 زندانی اعتراض دارند به اینکه در بند عادی در میان زندانیان خطرناک نگهداری میشه. نکته دوم اینکه از اعتصاب قضا کنندگان زندانی سیاسی در اوین و رجایی شهر آقایان عیسی سحرخیز و مسعود باستانی در زندان رجایی شهر به بهداری زندان منتقل شدن به دلیل وخامت حالشون و حالشون گزارش شده که مساعد نیست. نکته سوم اینکه محسن امینزاده هم از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده در اوین به بیمارستان مدرس و سپس با خواهش خانواده به بیمارستان قلب شهید رجایی منتقل شده، ولی اعلام کرده که اعتصاب قضای خودشون مادامی که دوستانش در اعتصاب هستند نمیشکنه. همینطور قربان بهزادیان نشاط و مهدی کریمیان هم از زندانیان سیاسی که در اوین دست به اعتصاب قضا زدن به بیمارستان مدرس منتقل شده. نکته چهارم اینکه خانم مهناز محمدی مستندساز و فعال جنبش زنان دیروز بازداشت شد. همینطور از حال مریم مجد خبرنگار عکاس زن ورزشی خبر میرسه که در اوین حالش وخیم. نکته پنجم اینکه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران و شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از تحسن دانشجویان دانشگاه شهید عباسپور پشتیبانی کردند. نکته ششم اینکه به شهرهایی که به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیدن بلگراد هم اضافه شد و پروازهایی که در بلگراد به زمین میشستن به مقصد غرب اروپا برای سوختگیری اونها هم ناچارن که در مجارستان سوختگیری بکنن و مسافرین هم حق پیاده شدن ندارن. نکته هفتم اینکه آقای مصلحی وزیر اطلاعات اعلام کرد که دستگیری تعداد بیشتری از مقامات دولتی در راهه. علیرضا مقیمی رئیس منطقه آزاد عرس که قبلا دستگیر شده بود در یک اعتراف تلویزیونی اعلام کرده که داستانی که یک سال پیش در اومد که اسنادی از داخل رولز رویس شاه کشف شده یک دروغ بوده و توسط بقایی ساخته شده بوده برای پوشاندن اشتباهی که او کرده بوده و کشتار ارامنه در ترکیه رو یک نسل کشی اعلام کرده بوده برای اینکه انحراف افکار عمومی اعلام کنه. همینطور وزارت صنایع بازداشت افشین روغنی معاون بین المللی وزارت خونه رو تکذیب کرده، ولی منابع دیگه معتقدن که دستگیر شده بوده و با قید وثیقه آزاد شده، یا بعضی منابع میگن حتی آزاد هم نشده. نکته هشتم اینکه خبرگزاری فارس متعلق به سپاه نوشته که مزایده خودروی احمدی نژاد که با سر و صدا انجام شد و یک فردی اون رو به چند میلیارد تومان خرید یک کار گروه انحرافی بوده برای اینکه باب چپاول بیت المال رو باز کنن و قبلا هم سر صدا در اومده بود که کسی که این کارو کرده 17.5 میلیارد تومان به بانک ها بدهکاری داره و در واقع شریک دزدی یک عده از اطرافیان آقای احمدی نژاد. نکته نهم اینکه علی نیکزاد وزیر پیشنهادی برای وزارت جدید و تاسیس راه و مسکن 205 رأی آورد در مجلس که رأی خوبی بود، ولی خود آقای احمدی نژاد نرفته بود برخلاف وزیر ورزش و گفته بود هم آقای نیکزاد که وزیر رهبری است، با او کار میکنه و زیر نظر رهبری است و به هر حال این حرکت مجلس کاملا برعکس کاری بود که در خصوص وزارت ورزش کرد. و نکته آخر این که دادگاه جنایی بین المللی مسئله صدور حکم دستگیری برای آقای قذافی دیکتاتور لیبی پسرش و رئیس سازمان امنیت رو در دستور گذاشته که در صورت تصویب به جریان بندازن. لکی سبز سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران.